شادی خانم، مهمون امشب از رفقای قدیمی شماست. بحبه. از رفقای ما هم هست. جدی؟ از همکارای قدیمی شماست. درسته، فهمیدم کیه. همکار ما هم هست. درود ای سال نو، درود. اینجا ژاپن، من بهزاد مرور هستم. اینجا کالیفرنیا است. شما رو میبریم دیدن ایرانی‌های مهاجر در کشورهای مختلف دنیا. بهزاد بلور. نه 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 همین الان خوب. نه نه بیا بیا بشین اینا چیه با خود دوباره؟ من نگران شدم. اشیایی که تو بهش واردی. ببینم چیه. حالا بعدن یکی شلاق، یکیش هم عصای چوپونیه. دوستان رام کننده شیر آوردیم. رام کننده شیر، ما اشتباه معرفی کردیم. این عصای، این مال چیز مراسمه. آره مراسم چی؟ مال مرشده. این آدم رو آدم میکنه، میرن توالت خلصه. اصلا شاید نباید می آوردم. فنده اشتباه بودی مسئله. حتی استفاده هم شده. این مال مراسمیه که تو بندر لنگه چنگ دارن. چنگ ایرانی. خب. مثل چنگ های سومر. چنگ های خیلی گنده است. میزنن. بعد ورد میخونن. بعد مثل درمانه دیگه. خب. بعد حالت خلصه. بله بله. ولی حالت خلصه و خیلی باستانیه. بعد اصلا شدان دست تو چیکار میکنه؟ اینو خب لطف کردم. منو مشرف گفتن اینو بگی دست شاید آدم شی. حتی دو بازم تو سرم. با همینی. ولی جنتون بیشتر گیر کرد. بیشتر گیر کرد. برای بیرون آوردن جنه. برای رام کردن جنه. این برش و نه اون برش. آه. این برش برای رام کردن جنه. این برش برای رام کردن کیه؟ فرو کردن. برای برای رام کردن فرو کردن. خب من نیست هرچی هست. خب اون چیه؟ اون یکی چیه؟ این شلاق هم. حالا چرا این میگیری اینو همه؟ آره راست میگه، آخه خطرناکی. بده من اینو، بده دست من باشه. بگی دست من. هر وقت کسی چیز کرد نیزه پرت کن. من باید اینو راستم چش اسفندیار. شما یه توضیح بده سریع‌تر. این آها ببین، این من رفتم توی یه مراسمی توی آلمان. خب. که در جستجوی ایران گم شده. خب. که یه قسمتای از یه فرهنگ ما داریم که بهش میگن کوسه برنشین. که مثل دیو و اینا خوشتون دوست کردن کوسه است و بعد عروسه و و یکی دیگه، که این رسم پیش از اصلا زرتشتی، و دیدم تو اروپا هم دارنش. خب. بعد تو آلمان داشتن و این شلاق آلمانی بود که من تو آیین مهر هم استفاده می‌شده. برای اینکه بدی رو یعنی به تو یاد چیز کنی، مقاومت بره بالا. و اینو جوری می‌زدن که سایه ترقه میداد. واسه من حد خریدم که یه روز اینو ما بزنیم ترقه بده. بزن ببینم سایه ترقه میده الان. ندارم چی شما. من چیزم، ناشیم. تو آماده هستی؟ اگه نتونستم تو بزنی ها. بزن ببینم. اینو بچه‌های کوچیک. فقط اون طرف بزن لطفا. همینجوری تق 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 سایه ترقه تو خیابونای آلمان میاد. بزن ببینم حالا اگه تق تق می‌کنی. رایت. یه بار دیگه. این که سایه ترق نت. آه نشد دوباره. ببینم. نوازم. خب بده الان میزنه چشم رو تو در میاری. بده من. له نکنه منو. بده من ببینم. این جسم خراب شد. چه جوریه؟ بشین بچه جان. این استاد. استاد بزن. استاد بزن. جان من بدبخت اینجا نشستم به خدا. استاد بزن. بیا مسخرش کنیم. سنگ رو یاد، سنگ رو یاد. مثل که اینا رو دادم بهت اصلا ادب نشدی. از اینجا به اینجا حرکت میکنه، مواظب باش. آفا این صدای اصلی بود. این صدای واقعا آفایی را دادم. امیدوارم که ادب شده باشه. شما برنده جایزه نیست. تو برنامه هات اینا رو نشون میدی، معرفی میکنی. تو دو گروه برنامه هست. تو الان بیشتر سفر میکنی و در مورد ایران باستان و اینا. حال شما خود دارم. قربونت برم، من خیلی سپاسگزارم. داستان به این صورت که من از بی بی سی اومدم بیرون. چرا؟ حالا داستانشو بهت میگم. بگو دیگه، همین الان اومدی که همین داستانا رو بگی. خب پس اومدم بیرون، مثلا شروع کردم سفرهای مختلف کردم برای پیدا کردن ایران، سنت ایران تو اروپا. خب کی مثلا چند وقت اومدی بیرون که این همه تو من 7-8 ماه اومدم بیرون، ولی دو روز قبل گفتم. آها. نه دو روز قبل، ماه اسفند گفتم، ولی دو روز گفتم. من مهر اومدم بیرون، نمیخواستم کسی بدونه. نمیخواستی کسی چشات بزنه؟ پول میدی. آره تو که به نظر من، البته بزنیم به تخته واسش، سن و سالتو نمیگیم، ولی سوابق کاریت، این هیکل و این تیپ و قیافه واقعا کار درسته. درود شما. اتفاقا می‌خواستم بگم ما 10 سال پیش من اولین مسابقه‌مو کردم. من گره. اون موقع من 49 سالم بود.
حالا این آخرین مسابقه حالا 59 سال یعنی 10 سال گذشت این کلا هم هیچ وقت درست نیست. شما یه 2 متر پایین‌تر بذار ببینم یه درصد کلت بدیم بس بذار ببینم پایین میره این پایین ماشاءالله قد بلنده اشکالش نه نمیخواد آره میدونم میاد بالا چسب زدن چسب آره. خوبی هم زدن بیا. خوبه خوبه آره بهتر الان راحتی عقده است دیگه ولی تو بعدش هم دوباره یه مصاحبه دیگه با هم دیگه داشتیم وسطش فکر می‌کنم 53-54 سالت بود اون موقع بله الان عوض شد من اون موقع الان نسبت موقع تو خیلی خوب موندی من جوان‌تر شدم مثلا بعد دکترامون عوض کنم دکترا رو حتما باید من دیگه از این کمتر بشه میرم قنداق برام آره دیگه واقعا سپاه دکتر بنجامین باتن تو مرجان بود کردم خب میخوایم بگیم چرا اومدی بیرون؟ راحت باش نه خب راحت خوبی عالی تمام جستام این وره دوربین اون وره دوربین این وره بدید آقا این وره بزن جستا رو با یک شات میگیریم خلاص میکنم لب میزنم سینا تو سوال کن من لب این تصویر رو برید این گوشم درازه نه مو خوبه اون چیه الان؟ این یه زینت صورت از این بعد دارم میذارم گفتم عادت کنی این گلم خب مال کنسرت خانم گوش و ایوی بود تو دبی و خانم ایوی خانم ایوی خانم گوش هم امضاش کرده امضا بکنه ولی خب حالا آره امضاش کرده تو همیشه گل طبیعی میذاشتی و الان اولین باره که فکر میکنم گل آره غیر طبیعی گذاشتی علتش اینه که من از سفر اومدم دیشب وقت ندارم برم گل بخرم به این دلیل بوده آره این یدکی مینه چند وقت اینجا این بچا 3 سال 6 ماه 2 روز 2 روز تازه نفس ترین معروفش کنیم آره معروف رو تموم شده یه موندی اینجا رانندگی کردیم باید اینجا چطوری اومد؟ آه آره فیل کردیم اونجا درس میخواد چگاه میکنیم؟ دادی؟ چی میخونیم؟ پزشکی پزشکی؟ بابا شما چی میخونیم؟ من هم پزشکی اه؟ شما چی؟ مهندسی بابا چه گروه عالی من سال 1300 تقریبا 69 شروع کردم اونجا از اصحاب کهف آره از یکی از اون سگام خب زوزم کشیدم چند بار بعد با برنامه مهتاب موسیقی بود بعد همینجور رفت جلو برنامه جوانان بود بعد برنامه روز هفتم شروع شد شگفتی ها رو درست کردم بعد آهنگای درخواستی مهتاب بعد درخواستی خارجی بعد ترام تایید کننده اون بعد همینجور رفت دنیای اینترنت و مطار نمای جهانی اونجاش کار کردیم بعد شاید اون موقع من اولین پخشای اینترنتی رو من یادم اولین پخشای اینترنتی تو رو بله. از روی وبسایت بله و اصلا هیچ کس خوب نگاه نمی‌کرد من نگاه می‌کردم تو جدی میگی من نگاه می‌کردم و تو که هک اون نکردی اون روزی که از بچه چرا دیگه خود من دومین نفر اون بوده آره. بعد اینا رفت تا تلویزیون شروع شد و غیره تا الان که دیگه 33 سال میشه و زمانی که جدا شدم هر چی پول دستم بود خرج کردم که یه سری مستند هنوز بسازم که شامل مستندای با دوربین اینا بکردم تو اروپا 3-4 ماه که این ایران گم شده رو توش پیدا کنم که خیلی جالب پیدا کردم تو بلغارستان آلمان کجا میخوای بذاری این کارها رو من روی یوتیوب میخوای بذاری روی یوتیوب یعنی تو لوله شما بسیار خوش میگم تیوب رو داره معنی میکنه دوستان و عزیزان نه من منظورم بله تیوب ما خب ولی کانال یوتیوب الان راه افتاده من سفرنامه ژاپن بوده سینم با اجازه خانم شادی در اصل دوره های خبرنگاری گذاشتم روش نه برای لزوما خبرنگار بلکه برای کسایی که اینقدر با موبایل خبر میذارن درست میکنن ببینن چه چیز باید درست انجام بشه چطور باید راستیابی بشه جدی خب خوبه راضی نه علی خیلی سخته آقا نه میخوام برم یوتیوب چون یوتیوب خیلی کار سختیه خیلی تو باید خیلی چون تو نره. یوتیوب مثل یک لوله شبکه میمونه. مثل یه لوله میمونه که هر کس اونجا لوله خودش رو آره فاضلاب من مال اونجا آره دقیقاً بعد میتونی تو محتوای خودت رو تولیدات خودت رو بذاری همه مثل کانال تلویزیونی که داری عوض آره. می‌کنی آره فقط بعدش دیدی تو هم تجربه کردی آبونه نمیشن به قولشون سابسکرایب نمیشن خب آخه الان خود یوتیوب به دلیل اینکه نمیذاره نه چرا چرا ولی خب به دلیل اینکه تو میتونی با تولید محتوایی که جذاب برای مخاطب تبلیغ بگیری و اون درآمدو داشته باشی دیگه خب ایرانی هایی که با فیلتر شکن و با وی پی ان و با هزار مکافات وارد اینترنت میشن دیگه اون سابسکرایب کردن یه خورده زیاده نشون میره براشون مهم نیست واقعا خیلی دوران سختیه خوبه که بچه‌ها فیلمبردارا نه بچه‌ها لزوما و تدوینگرای هستن که از دوره قدیم من خیلی لطف میکنن خیلی کارا با من خیلی ارزون یا حتی رایگان انجام میدن که این کارا راه بیفته دمشون گرم و بنابراین صفحه خوبی خواهد بود اونجا
امیدوارم بگیره، اگه نگیره نمیتونیم برنامه دیگه بسازیم. نه مطمئنم که میگیره بعد مخاطب. یه کار دیگه هم دارم میکنم با عزت که خیلی کار سختی، خودم میدونم اصلا نمیدونم چرا دارم این کارو میکنم، توش هم گیر کردم، با اون گویندگی روی صحنه است یا صحنه گردانیه که گفتم دیگه چاره‌ای نیست تو این دوران. ولی یفه دیدم تو که کار اصلا همین این بوده، چجوری الان مشکل داری با این قضیه؟ آخه دهن آدم خوش میشه، نمیدونم چش میخاره، من خارشکای عجیب میگیرم، بخارم خوردن اینو تو کتف من وسط این روز خود. یه دونه از این چوبای مخصوص بگیر، از این چوب، از همین عصا بده، من عصا رو بده، همین این اون یکی رو بده، سیما در میاد، پر سیمی می پشت. آره با شلاقا میتونی اینجوری بزنی به پشت اون سره ترقه رو که داد، میدونی که مشکلت حل شده. یه سر بریم به اتاق فرمان. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. آموزش گویندگی.